بچه ها این دفعه من تصمیم گرفتم که بیام بهتون نشون بدم توی کره جنوبی با توجه به اینکه کرونا به دنیا همه رو داره اذیت میکنه و یه سری رعایت ها باید بکنیم و خب به طبعی مقدار زندگی سخت‌تر شده به چه شکل داره میگذره. برای این کار من اومدم ایستگاه جمشید و لوته بود که هم بتونم محیط بیرون رو بهتون نشون بدم، هم وقتی وارد لوته میشیم و ببینیم که توی پاسار چطوری هست. همونطور که میبینید همه بلا استثنا ماسکشون رو زدن، ولی خب تعداد آدمایی که توی این محیط هستن خیلی زیاده و نمیشه گفت رفت آمدها کم شده. شدن و می دیدن فیلم و عکس می گرفتن ازشون. اطراف دریاچه همیشه جزو جاهای پرطرفدار بوده که مردم برای ورزش کردن پیاده روی و دویدن می اومدن و شاید به شدت قبل نباشه، ولی 90% کسایی که قبلا می اومدن هم هنوز میان و پیاده رویشون انجام میدن و اینجا ورزش میکنن. همونطوری که میبینید تعداد کسایی که ماسک استفاده میکنن خیلی زیاده و اکثرا ماسک استفاده میکنن، ولی خب گاهی یه تعدادی هستن که ماسک استفاده نمیکنن. ولی تو محیط های بسته و عمومی بدون ماسک کسی راه نمیدن. توی مسیر کلیت تابلو هستش که استفاده ماسک برای مسائلی که برای جلوگیری از بیشتر شدن کرونا و رعایت بشه رو ذکر کرده و از مردم خواسته که رعایت کنه.
همونطوری که میبینید همه خیلی عادی دارن از موضوع لذت میبرن، پیش هم نشستن و استفاده میکنن. ولی یه چیزی که برای خود من عجیب بود این که خانواده این بچه گذاشتن به این پیانوی که نمیدونی که بهش دست زده که اونجا نشسته دست بزنه و خیلی راحت داره پیانو بزنه. من لوتپورت نرفتم ولی چیزی که از بیرون دیدم ببینم به این صورت بودش که آدم با فاصله خیلی زیادی نشستن و هر دور که پیاده میشن یک دور ضد عفونی میشه و بعد دوباره گروه بعدی سوار میشن. حالا نمیدونم این موضوع چقدر میتونه سیف باشه یا نباشه. تست قضا هرچیم بهداشتی منظرم شرط الان یک کار درستی نیست و خیلی اشتباه بود این کاری که داشتن انجام میدادن. این ماسک هم میبینیم اینجا بلش کردن رفتن. من نیست که این ماسک شان به خلیت طبیعت عکس بگیرم. همونطوری که میبینی تردد آدم ها خیلی زیاده، یعنی تعداد خیلی زیادی رفته و آخر هفته دارن وقتشون رو بیلبورد میزنن و استفاده میکنن. ولی خب باز این هم چقدر میتونه سیف باشه یا نباشه رو میزنن. از مرده نگرفتم. همونطوری که میبینید باز اینجا روی دیوار نوشتن که برای مقابله با کرونا ماسک بزنید، دستتون رو بشورید، فاصله رو رعایت بکنید. ولی خب نمیدونم، مردم خیلی راحت دارن خوش میگذرونن. به نظر من بیشتر اتفاقی که افتاده تردد ماشینا بیشتر شده و استفاده از حمل و نقل عمومی توی کره کمتر شده برای کسایی که ماشین دارن و از حمل و نقل عمومی استفاده میکردن. Mama.
اینجا یه قسمتی بوده که خیلی وقت اجرای خیابونی انجام میگرفته که الان به خاطر کرونا زدن اجرا کردن روی صحنه اینجا ممنوع هستش. وقتی وارد لوته شد، ساختمون لوته شدن، مامورایی که برای درجه حرارت بدن رو گذاشتن و با دوربین چک میکنن گفتن اجازه فیلم برداری و عکس گرفتن از دوربین ها و دستگاهشون نداریم، برای همین من نتونستم ویدیوی کامل و درستی ازشون بگیرم. جالبی که افتاد نمایشگاه ماشینی که وسط برج داشت برگزار میشد، با اینکه دم در همه چک میشن و وارد میشن، خودشون هم یه دور دیگه چک میکردن، دستاورد دومی میشد، درجه حرارت بدن رو میگرفتن و بعد میشد وارد شد. براتون اجازه گرفتم و از این کاراشون فیلم برداری کردم. البته خیلی طول کشید تا ما اجازه دادن، ولی خیلی خوب بود. چیز جالبی که توی فیلم نتونستم بگیرم این بودش که هر دور کسی سوار ماشین میشد یا به هر جا دست میزن، یک دور کسی که مسئول اون ماشین بود این رو ضد عفونی میکرد و بعد گروه بعدی میتونست بیاد از اون ماشین بازدید کنه، بره بشینه و ماشین رو تست بکنه. منم بالطبع قصد خرید ماشین نداشتم، برای همین خیلی سرسری از کنار ماشین رد شدم. فقط قصد داشتم فیلم بگیرم و ببینم چه کاری انجام میدن توی این وضعیت که مردم میان، و اینکه حتما ماسک باید اونجا میزدیم و بدون ماسک اجازه ورود به همون نمیدادن. برای ورود به فروشگاه ها هم که استفاده از ماسک اجبار هستش و دستون رو حتما باید ضد عفونی کنیم و مامورا هم دم در هستن که چک میکنن. به نظر من زندگی توی کره به حالت خیلی عادی برگشته نسبت به بقیه کشورها، چون که میبینی چقدر آدم ها زیادن و تعداد زیادی تردد میکنن. فقط به این زندگی عادی استفاده از ماسک و ضد عفونی کردن دست ها اضافه شده. یه چیزی که هست، هر تیکه از پاساژ دوربین گذاشتن و درجه حرارت بدن چک میشه. با همه این وجود، یک سری از برندها و مغازه ها خودشون هم به صورت جدا چک میکنن درجه حرارت بدن. حراجی، تعداد زیادی اومدن برای خرید از حراجی. خیلی زیاد نیستم به نظرتون. لوی ویتون یه به شکل دیگه ای داشت چک میکرد، جز اینکه چک میکرد و اسم رو ثبت میکرد، تعداد محدودی را میداد. به طور کلی برند ها تعداد محدودی را میدن، ولی الان به سخت گیرانه تر دارن با این موضوع برخورد میکنن. این قسمت یواش یواش تعداد آدم ها کم شد، چون رستوران این قسمت زیاد می شدن و یک مقدار دیر شده بود برای غذا خوردن، پس اینجا آدم ها زیاد نبودن. برای غذا خوردنم، برای ورود به رستوران بعد ثبت کردن اسممون، فقط لازم بود دستمون رو ضد عفونی کنیم و وارد بشیم و کار و تست درجه حرارت بدن، هیچ چیز دیگه ای نداشت. دیگه من یه دور دیگه دستم ضد عفونی کردم و با دستمال مرطوب باز دستم رو تمیز کردم
و موقع غذا خوردن هم میدین و بعد هم باید ماسکشو در میارین. قاشق چنگال بعد استریل کردن توی این بسته ها میذارن که هر کسی قاشق چنگالش رو خودش در بیاره و تمیز باشه. و بعد این چاقو چنگالی غذا هم مکزیکی بودش و متاسفانه خوشبختانه ما به طور اشتباهی غذای خیلی زیادی سفارش دادیم، خیلی غذا هم بود. اما موقعی که کرونا شروع شده هر کی میخواد بگه که من خیلی تو فکر شما هستم حتما ماسک به آدم کنم. ما هم از رستوران که اومدیم بیرون به همون هم کوپن رو تخفیف دادن، هم دوتا ماسک. اینجا فروشگاه کاکا فرنس هستش، اینجا هم زده بودن بدون ماسک نمیتونید وارد بشید. پس همه برندا، چه برندا چه غیر برندا، یه قسمت عجیب دیگه این قسمت لانج وسط پاساژ بودش که همه دوره هم داشتن استراحت میکردن. و اینم دیگه محیط بیرونه و دیگه شب شده. همطوری که میبینید خیلی پیکنیک تور همه دوره هم نشستن، دارن از آب و هوا استفاده میکنن. خیلی عادیه دیگه، خیلی عادیه. نمیخوام بگم اینه شاید همه توی کره همه چی رو رعایت نکنن، ولی چه به اجبار چه این که واقعا خودشون بخوان، اکثرا دارن تلاش میکنن حداقل ماسک رو استفاده بکنن. و همین باعث شده الان کره تو این وضعیت یکی از کشورهایی باشه که نسبت به بقیه کشورها سیفتر هستش و تو وضعیت بهتری قرار داره. امیدوارم که این شرایط زودتر تموم بشه، ولی استفاده ماسک رو جدی بگیرید. همه این آدم ها با اینکه کنار هم نشستن دارن با هم صحبت میکنن، کسایی که چیزی نمیخورن حتما ماسکشون رو زدن و دارن ماسک استفاده میکنن. یه سری هم خب استفاده نمیکنن، ولی شما سعی کنید استفاده کنید تو هر شرایطی. یه یکم طولانی شد، ولی به خاطر اینکه خیلی تو اینستاگرام از من پرسیده بودین توی کره چطوریه و خواسته بودین نشون بدم، من این ویدیو رو گرفتم. امیدوارم که خوشتون میاد. لایک کنید، کامنت بذارید و کانال یوتیوب رو به دوستاتون معرفی کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید، دستاتون رو بشورید و کامنت بذارید دوست دارین ویدیوی بعدی درباره چی باشه. خداحافظ.